درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و امروز میخوام در مورد دوازده علامت سرطان که توسط خانوم ها نادیده گرفته میشن صحبت کنم بدن یک خانوم به طور مداوم در حال تغییر هرچه سن شما بیشتر میشه بدنت بیشتر تغییر میکنه برخی از این تغییرات طبیعی به نظر میرسن اما میتونه اینطوری نباشه در برخی موارد این علائم میتونن نشانه های سرطان باشن. پس برای یک خانم باید زیر نظر گرفتن بدنش مهمتر و جدیتر باشه. بدن انسان همیشه از راه های مختلف سعی میکنه به ما نشون بده که یک مشکلی یک جایی وجود داره. وقتی متوجه این تغییرات میشی باید مراقب باشی و اقدامات لازم رو انجام بدی تا زمانی که اطمینان حاصل کنی هیچ مشکلی در سلامتیت وجود نداره خب بریم سر اصل مطلب حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش چون مطالبی که در این ویدیو مطرح میکنم واقعا مهمن و ممکنه زندگی تو نجات بدن شماره دوازده تغییرات در پستان ها در بسیاری از موارد وجود تودهی در پستان لزوما به معنای سرطان نیستش اما اگر متوجه وجود این توده با لمس کردن شدی باید ویزیت بشی همچنین در صورت مشاهده هر گونه ترشحاتی از پستان چرخش نوک سینه ها به سمت داخل قرمزی یا پوست پوست شدن نوک پستان حتما نیاز به ویزیت شدن داریم شماره 11 نفخ معمولا نفق در خانم ها در دوران قاعدگی یا بعد از خوردن یک وعده غذایی پر از کربوهیدرات طبیعی اما اگر این نفخ فروکش نمیکنه و با کاهش وزن یا خونریزی همراهه حتما جای نگرانی وجود داره نفخ مزمن میتونه یکی از علائم شایع سرطان روده بزرگ سرطان تخمدان سرطان دستگاه گوارش یا حتی سرطان لزلمده باشه هرگز از تغییرات غیر معقول در بدن خودت چشم بوشی نکن شماره ده خونریزی در بازه زمانی بین دو دوره ماهانه اگر به طور مداوم بین دوره های ماهانت لکه بینی داری جای نگرانی داره هر گونه خونریزی که بخشی از چرخه قاعدگی نباشه ممکنه به دلایل مختلف دیگه باشه از جمله سرطان اندومتریال. شماره نو تغییرات در ها یک نوار عمودی قهوه‌ای کوچک در یکی از های پا ممکنه نشانه ای از ملانوما باشه که یک نوع خطرناک از سرطان پوسته این نوار قهوه‌ای رنگ میتونه حتی به پوست اطراف ناخون هم پخش بشه که جای نگرانی داره چون به این معنیه که در حال رشد و گسترشه اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما برای ویدیوهای بیشتر چنل دکتر شوبه رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا هرگز ویدیوهای جدیدی که میذارم که مطمئنا برای خودت و خانواده عزیزت مفیدن رو از دست ندی و بتونی به رایگان ویزیت بشی شماره 8 خونه در ادرار یا مطفوع در بیشتر موارد خون در ادرار یا مدفوع به دلیل بواسیره من ویدیو اختصاصی هم دارم در خصوص بواسیر میتونی بعد از این ویدیو بری اون رو هم ببینی لینکش این بالا الان ظاهر میشه اومدش خون در ادرار یا مدفوع میتونه نشانه سرطان روده بزرگ باشه اگر این خون ریزی بیش از دو روز ادامه پیدا کرد جای نگرانی داره شماره 7 تغییرات قدد لنفاوی قدد لنفاوی به عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک میکنند و مثل یک فیلتر برای سلول های سرطانی و سایر ذرات خارجی هستند سرطان در قدد لنفاوی خطرناک. در بیشتر موارد قدد لنفاوی وقتی درگیر عفونت باشند تغییر میکنند. این عفونت ها معمولا بی خطرن و بدن باشون با مبارزه میکنه. اما در بعضی موارد مثل لوکمیا و یا لیمفوما تورم قدرت لنفاوی هم به وجود میاد اگر این تورم بعد از یک ماه از بین نره جای نگرانی داره شماره 6 ناتوانی در قورت دادن مشکل در بلعیدن میتونه طبیعی باشه اما اگر اغلب اتفاق بیفته و با استفراغ و کاهش وزن همراهه ممکنه به سرطان گلو و یا سرطان معده مربوط باشه اگر این علائم بعد از چند هفته فروکش نکردن جای نگرانی و نیاز به ویزیت شدن هستش شماره پنج کاهش وزن ناگهانی بسیاری از شما خانوم های عزیز آرزو می کنید که بتونید به طرز جادویی وزن کم کنید اما اگر این وزن بدون ورزش اضافی بدون تغییر در رژیم غذایی شما باشه جای نگرانی داره در بیشتر موارد کاهش وزن غیر منتظره، ناشی از استرسه اما بعضی اوقات میتونه به علت سرطان لوزل و یا سرطان روده بزرگ هم باشه اگر میبینی با اینکه هیچ تغییری در رژیم غذاییت و یا رژیم ورزشیت ایجاد نکردی اما همچنان در حال کاهش وزن هستی و برای جای سوالی که چرا باید ویزیت بشید تا امکان ابتلا به سرطان و یا بیماری های دیگه بررسی بشن اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن با این کارت به خیلی ها کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه شماره چهار سوزش معده اگر دلدرد شما از بین نمیره و هی بدتر میشه اول به آپاندیس شک میکنیم و بعد به سرطان معده سرطان تخمدان و یا سرطان گلو علاوه بر این سوزش معده دائمی به مری آسیب میزنه و در صورت عدم درمان خطر ابتلا به سرطان گلو رو افزایش میده شماره سه تغییرات دهانی اینو برای خانم هایی میگم که سیگار میکشن حواستون به لکه های سفید زرد یا خاکستری داخل دهانتون باشه این زخم میتونن نشانه ای از سرطان دهان باشن شماره دو تب هنگام ابتلا به آنفولانزا آدم تب میکنه و این ممکنه تا دو روز ادامه داشته باشه که این طبیعیه اما تبی که فروکش نمیکنه میتونه معانی مختلفی داشته باشه سرطان خون و سایر سرطان ها میتونن علت این تبه مزمن باشن اگر تبه مداوم دارید نمیتونی علتی براش پیدا کنی جای نگرانی داره و باید حتما ویزیت بشی شماره یک سرفه در اکثر مواقع سرفه حد اکثر تا چهار هفته دوام میاره و بعدش باید تموم بشه هر سرفه که بیش از یک ماه ادامه داشته باشه نباید نادیده گرفته بشه اگر همراه سرفه تنگی نفس داری باید ویزیت بشیم سرفه شایع ترین نشانه سرطان ریه است اگر میبینی برای مدت طولانی سرفه میکنی و سرماخوردگی یا هر بیماری دیگه هم نداشتی باید بیای تا ببینیم علت این سرفه مزمن چیه یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستیم همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرمند بشی دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید عزیزای دلم بدرود